ساعت 7:07 در ایران 22:30 دقیقه اینجا در واشنگتن دی سی. من میترا بختیاری هستم. ابتدا سرخط خبرها. دومین حمله مرگبار اسرائیل به فرماندهان سپاه و انگشت اتهام جمهوری اسلامی به دولت سوریه. عضو کمیسیون ملی مجلس میگوید بشار اسد باید جاسوسان دولتی را دستگیر کند. حمله هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان. نتانیاهو پیشنهاد بایدن برای تشکیل دولتی فلسطینی را رد کرد. و صدور 74,000 پیامک تذکر حجاب به زنان قم در 10 ماه گذشته. اساتید حوزه علمی نگران از ادامه مقاومت مدنی زنان خواستار دخالت سرانست قوه شدند. سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه در بیانیه‌ای شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حمله به پایگاه عین‌الاسد در عراق خواند. سنتکام نوشته بیشتر موشک‌های شلیک شده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی توسط سامانه‌های پدافند هوایی پایگاه رهگیری شدند، اما شماری هم به این پایگاه اصابت کردند. سنتکام با تایید خبر مجروح شدن یک سرباز عراقی نوشت ارزیابی ترومای روانی نیروهای حاضر در پایگاه ادامه دارد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از فرماندهان ارشد سپاه در واکنش به کشته شدن فرماندهان ارشد نیروی قدس در سوریه گفته عوامل جاسوسی در دمشق باید دستگیر شوند. اسماعیل کوسری گفته از اینکه ساختمان هدف گرفته شده متعلق به سپاه باشد اطلاع ندارد. کوسری اما در این حال تایید کرده حضور نیروهای سپاه قدس در این ساختمان در چهارچوب توافق با دولت سوریه صورت گرفته است. این سردار سپاه همچنین نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل را در آنچه جبهه مقاومت خواند رد کرد. به گفته او اسرائیل با نفوذ در دستگاه‌های دولتی کشورها وانمود می‌کند که کنترل کاملی بر همه تحرکات مستشاری دارد، اما آن کشورها فعال‌تر برخورد کنند عوامل اسرائیل دستگیر می‌شوند. رسانه‌های دولتی سوریه و ایران حمله به ساختمانی 4 طبقه در قلب دمشق را که به کشته شدن دست کم 5 عضو سپاه قدس انجامید به اسرائیل نسبت دادند. پیشتر خبرگزاری گزارش داده بود که ساختمانی 10 طبقه که مورد استفاده نیروهای جمهوری اسلامی بوده بر اثر یک حمله با خاک یکسان شده. حمله جدید به نیروهای سپاه قدس 4 هفته پس از آن رخ می‌دهد که رضی موسوی مسئول لوجستیک نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله مشابه در زینبیه دمشق کشته شد. نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی صادق امیدزاده را معاون اطلاعات نیروی قدس در سوریه و حاج غلام موسوم به محرم را جانشین او معرفی کرد. در پی انتشار خبر حمله متصب به اسرائیل در دمشق، پایتخت سوریه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در بیانیه‌ای از کشته شدن 4 نیروی خود در این حمله خبر داد. حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی و محمد امین صمدی که ابتدا به عنوان مجروح حادثه معرفی شده بودند، 5 نیروی سپاه قدس هستند که در این حمله کشته شدند. علی قلحکی، ادمین اصولگرای یکی از کانال‌های امنیتی تلگرامی که پیشتر یک بار از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، قصور پدافند سوریه را که زیر پوشش پدافند روسی است مورد سوال قرار داد و نوشت آیا مانند کشته شدن سید رضی پدافندهای S-400 باز هم خاموش بودند؟ او در ادامه نوشته اسرائیل به تنهایی از عهده این عملیات ها بر نمی آید. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از واشنگتن ما رو همراهی می‌کنن. خوش آمدین آقای ندیمی. ادعای مطرح شده توسط این ادمین اصولگرای یک کانال امنیتی تلگرامی که گفته که اشکال از قصور و کمکاری پدافند سوریه بوده رو چقدر صحیح می‌دونید و به جا می‌دونید؟ خب بالاخره پدافند هوایی سوریه یک امکانات، توانایی‌ها و نقطه ضعف‌هایی داره که در طی سال‌های اخیر کاملا مشخص شده. در مقابل توان هوایی اسرائیل چندان نمیتونه مقاومت بکنه و اسرائیل تقریبا آزادانه هر زمانی که اراده بکنه هر نقطه‌ای از خاک سوریه رو میتونه مورد حمله قرار بده. حالا نوع حملات هوایی فرق میکنه. گاهی اسرائیل از موشک‌های هوا به زمین دوری ایستا استفاده میکنه، یعنی هواپیماها
همچنان در آسمان لبنان پرواز میکنن یا روی بلندی‌های گولان و بدون اینکه وارد حریم هوایی سوریه بشن موشک‌های خودشون رو یا بمب‌های هدایت شونده دوریستای خودشون رو به سمت اهداف داخل سوریه رها میکنن و گاهی یا اغلب اوقات برای اینکه پدافند هوایی رو گمراه بکنن از تومه های استفاده میکنن، اصطلاحا دیکوی میگن در اصطلاح نظامی، که یک پرنده هایی هستن که ظاهر یک بمب رو دارن و میتونن با استاب راداری یک بمب یا هواپیما رو تولید بکنن، ولی در حقیقت برای گمراه کردن پدافند هست. و خیلی از ادعاهای دولت سوریه در مورد سرنگون کردن موشک های اسرائیلی در حقیقت مربوط میشه به همین تومه های هوایی که در کنار بمب هایی و موشک هایی که باید به هدفشون برسن دقیقا این به هدف میرسن و نابود میکنن. نمونهش رو ما در بمباران ساختمان سپاه پاسداران دیدیم. ساختمان های سپاه پاسداران و مجموعه های سپاه پاسداران در محدوده دمشق و فرودگاه دمشق به شدت توسط سیستم های پدافند هوایی سوریه محافظت میشه ازشون و گهگاه خود ایران هم امکانات پدافندی و رادارهایی رو به سوریه منتقل کرده تا جایی که تونسته و امکانات لوجستیکیش اجازه داده و در گذشته هم اسرائیل چند بار این رادارها رو مورد حمله قرار داده. یک نوع کشمکشی از نظر توان هوایی، توان پدافند هوایی و مقابله با اون بین سوریه، ایران و اسرائیل وجود داشته، ولی همیشه اسرائیل دست بالا رو داشته. در سال 2019 و 2020 هم که اون ساختمون شیشه‌ای، عمارت شیشه‌ای در کنار فرودگاه دمشق چندین بار اسرائیل بهش حمله کرد و اونجا مرکز اصلی سپاه پاسداران بود، هم بیمارستان سپاه پاسداران و مرکز اطلاعاتی بود که اونجا هم بمباران اسرائیل باعث شد که به طور کامل اون ساختمون متروکه بشه. آقای ندیمی، چقدر این ادعا و این که گفته شده نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در دولت سوریه رو شما به جا می‌دونید؟ ببینید، به هر حال اسرائیل در دستگاه‌های دولتی و نظامی سوریه نفوذ داره، برای اینکه دولت سوریه و ارتش سوریه بسیار فاسد هست از نظر مالی و طبیعتاً نسبت به هر گونه پیشنهاد مالی مسلماً میتونن اطلاعات خیلی زیادی رو در مورد نیروهای ایرانی و دیگر نیروهای جبهه مقاومت در اختیار اسرائیلی‌ها قرار بدن. ولی اگر یادتون باشه در جریان جلسه ای که رهبر حکومت اسلامی ایران با فرماندهان سپاه داشت بعد از خیزش انقلابی که اسنادش درس کرد به بیرون، اونجا فرماندهان نیروی قدس شکایت کرده بودند از نفوذ شدید اسرائیل به درون نیروی قدس و به دست آوردن اطلاعات و اینکه در مقابل پول نیروی قدس هر گونه اطلاعاتی حاضر هستن در اختیار اسرائیل قرار بدن. بنابراین میشه گفتش که بسیاری از این اطلاعات از داخل خود سپاه پاسداران و نیروی قدس به دست اسرائیلی ها میرسه. ممنون از توضیحاتتون. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. برخی از مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن نیروهای ارشد سپاه قدس در سوریه، اسرائیل را به مقابله نظامی تهدید کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حمله به مرکز سپاه قدس در سوریه را نتیجه شکست‌های میدانی اسرائیل از مقاومت فلسطین خواند و نوشت اسرائیل همدست اصلی جریان‌های به گفته او تروریستی و دشمن درجه یک امنیت در منطقه است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، هم با تهدید اسرائیل به پاسخ نظامی گفت بیشک تداوم این گونه اقدامات به گفته او تروریستی و جنایتکارانه که حاکی از شکست و ناکامی اسرائیل در رسیدن به اهدافش است، نشانه استئصال و درماندگی در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت است. باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم محمد باقر قالیباف تصدیق می‌کنم، اسرائیل را به پاسخی سخت تهدید کرد. به گفته قالیباف، اعضای کشته شده سپاه در دفاع از آرمان‌های اسلام به عنوان مستشار نظامی در حین انجام وظیفه کشته شدند و در تلافی این جنایت مجازات سختی در انتظار اسرائیل خواهد بود. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده با هدف مقابله با حوثی‌ها و برای تقویت سیستم پدافند موشکی ارتش این کشور در دریای سرخ بیش از 500 میلیون دلار هزینه خواهد کرد و بر موشک‌های سیستم پدافندی خود کلاهک‌ها و نرم‌افزار جدید نصب می‌کند.
در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی تدارکات تسلیحاتی برای حوثی ها را افزایش داده و فرماندهانی از سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در زمینه تصمیم گیری برای حمله به کشتی های در حال تردد در دریای سرخ نقش دارند. رویترز نوشته پهپادهای پیشرفته، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های بالستیک دقیق و موشک‌های میانبرد از جمله تسلیحاتی هستند که ایران در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد. و اما در روز 107 منازعه میان اسرائیل و حماس، CNN از تخریب چندین آرامستان در غزه خبر داد. ارتش اسرائیل هم می‌گوید تونل‌های محل نگهداری گروگان‌ها در شرایط غیر انسانی در غزه را یافت است. بنیامین نتانیاهو هم به صراحت اعلام کرده با ایده کشور مستقل فلسطینی مخالف است. ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات حزب الله لبنان در شمال اسرائیل، مواضع این گروه در جنوب لبنان را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل اعلام کرده سایت هایی که جت های جنگنده این کشور در جنوب لبنان بمباران کردند، مواضع پرتاب موشک و دیگر زیرساخت های مورد استفاده گروه تروریستی بودند. به گفته ارتش اسرائیل پیش از این هم یک پرتابه از لبنان به منطقه کوه داو شلیک شده بود که در یک منطقه باز فرود آمد. در حمله پهپادی دیگری از سوی اسرائیل به خودرویی در جنوب لبنان 2 نفر کشته شدند. به گزارش رسانه‌های عربی، یکی از این افراد از رهبران شاخه فلسطینی سپاه قدس و مسئول کمک‌های تکنولوژیک و اطلاعاتی به حماس بود. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو با هر گونه حاکمیت فلسطین در غزه پس از جنگ مخالف است. به گفته کارشناسان به نظر می‌رسد نتانیاهو پیشنهاد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را مبنی بر اینکه راه حل‌های خلاقانه می‌تواند شکاف‌های گسترده بین دیدگاه‌های رهبران درباره تشکیل کشور فلسطین را پر کند رد کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم گزارش داده که فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل بر این باورند که 2 هدف اعلام شده برای نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها با یکدیگر سازگار نیستند. در روزهای اخیر دولت نتانیاهو با فشارهای داخلی و خارجی بسیاری مواجه شده است. هزاران تظاهرکننده شامگاه شنبه در تظاهرات همزمان خواستار تلاش بیشتر دولت برای آزادی فوری بیش از 130 گروگان اسرائیلی شدند. در این تظاهرات که انجمن گروگان‌ها و خانواده‌های مفقودین سازماندهی کردند، سخنرانانی حضور داشتند که خواستار پایان جنگ در غزه و مبادله با حماس برای بازگشت گروگان‌ها شدند. بنا به گزارش رسانه‌ها، حماس خواستار آتش بس به عنوان یکی از چندین پیش شرط برای هر گونه معامله شده است. تظاهرات ضد دولتی جداگانه‌ای هم در تل آویو و اورشلیم برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شدند. ما دیگه به یه رهبری شکست خورده و تفرقه انگیز نیاز نداریم. ما اجازه نمیدیم رهبری که شایسته مردم نیست به کار خودش ادامه بده. زمان نسل جدید تو اسرائیل فرا رسیده. امشلم یک ملت در حال حاضر زیر ابری سیاه در کابوس 3 ماهه به سر میبرد و ما کسی را نداریم که به آن تکیه کنیم. و مانند مشتی به شکم متوجه شدم که نمیتوانم به یک رهبری منفصل و خودمحور اعتماد کنم. نمیتوانم به آنها اعتماد کنم و نباید سرنوشت پسرم را به کسانی بسپارم که بارها و بارها و بارها ثابت کردند که لایق رهبری نیستند. 22 ساعت در اتاق امن با یک زن باردار و دختری که به تازگی تولد 2 سالگی خود را جشن گرفتند. هر دقیقه از ساعتی که آنجا بودیم را به خاطر می آورم. من هر پیامک و هر احساسی را به یاد می آورم. هرگز فراموش نمی کنم که برادر کوچکم به من پیام داد که تروریست ها در آپارتمان او هستند. انکار نمی کنم که می خواستم بشکنم. احساس درماندگی را فراموش نمی کنم که نتوانستم کاری برای کمک به او انجام بدهم.
حماسه داروها فقط نوک کوه یخی است که آنها را برای همیشه در تونل ها منجمد می کند. تهدید جان آنها دیگر دست تروریست های حماس نیست، بلکه از سوی یک کابینه جنایتکار است که توسط یک دولت افراطی هدایت می شود که آنها را رها کرده تا در رنج بمیرند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرده تونلی در خان یونس پیدا کرده که در آن 20 گروگان در شرایط غیر انسانی نگهداری می شود. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد سربازان این کشور ورودی شبکه گسترده تونل را در زیر خانه یکی از فرماندهان حماس در خان یونس در جنوب غزه پیدا کردند. به گفته دانیل هاگاری سربازان در ورودی این تونل با افراد مسلح حماس درگیر شدند و آنها را کشتند. او گفت تونل با مواد منفجره و درهای انفجاری ساخته شده بود که برای جلوگیری از پیشرفت در یافتن گروگان‌ها طراحی شده. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ادیتوت ما رو همراهی می‌کنه. خوش آمدین آقای معماریان. واقعاً این درگیری بین حوثی‌ها و اسرائیل به نظر می‌رسه که داره جدی‌تر میشه هر روز، اینطور نیست به نظر شما؟ کاملا همینطور هست. این که بعد از بیشتر از 107 روز همچنان در اسرائیل مشخص نیست که هدف جنگ چه هست، برای بسیاری از مردم سوال هست و این قول آقای نتانیاهو که هم میشه در حماس رو نابود کرد به طور کامل و هم کمه گروگان ها رو برگردون رو کسی دیگه باور نمیکنه. در گزارش شما بهش اشاره شد، در طی روزهای گذشته در جمعه شب تظاهرات بزرگی در حیفا بوده، اورشلیم بوده و در تل آویو، و در تمام این تظاهرات ها مشخص هستش که مردم اعتمادی به دولت آقای نتانیاهو ندارند. و اون چیزی که در محوریت این اعتراضات هستش، اون چیزی هستش که مردم در اسرائیل بهش باور دارن، این هستش که اولویت دولت آقای نتانیاهو آزاد کردن گروگان ها نیست، که برای بسیاری از مردم در اسرائیل به نظر میاد که اولویت اول هست. یعنی اساسا هیچ نوع پیروزی رو عوض نمی کنن با آزادی گروگان ها. و اون چیزی که در طی هفته های گذشته مشخص شد این هستش که به نظر میرسه، این کارشناسان هم بسیاری بهش اشاره کردن، بسیاری از مردم در اسرائیل اشاره میکنم، من روزنامه های اسرائیل رو که میخونم امروز میدیدم که در بسیار از گزارش‌ها به مسئله اشاره میکنن که اساسا سرنوشت جنگ در یک جوری گره خورده به سرنوشت سیاسی آقای نتانیاهو، و آقای نتانیاهو برنامه جنگی رو به نحوی داره جلو میبره که خودش از نظر سیاسی منتفع بشه، صرف نظر از اینکه مردم اسرائیل چه چیزی رو میخوان. اینها مسائلی هست که به هر حال شکاف خیلی زیادی ایجاد کرده جامعه اسرائیل، و میبینیم که این تجمعات برگزار میشه و اعتراضات زیاد هست. و اینکه دولت آقای نتانیاهو بخواد اصلا بپاشه و انتخابات دوردستی هم برگزار بشه، مسئله هستش که در طی روزهای گذشته بسیار بهش اشاره شده و ممکن است که در طی هفته‌های آینده به هر حال فشار زیادتری در این زمینه وارد بشه. آقای معماریان، علاوه بر فشارهای داخلی که بر نتانیاهو هست و شما بهش اشاره کردین، فشارهای خارجی هم الان بسیار روش هست برای اعلام یعنی تشکیل دولت فلسطینی در غزه. فکر میکنین چرا نتانیاهو اینقدر مخالفت میکنه، اینقدر پافشاری و اصرار داره برخواستش؟ اون چیزی که مشخص هستش این هستش که آقای نتانیاهو قولهایی داده در خصوص جنگ که تا الان محقق نشده. در قبالش ما مواجه هستیم با کشتار گسترده غیر نظامیان در غزه، و این که اساسا برنامه مشخصی است برای اینکه اداره غزه پس از جنگ چطور خواهد بود. و فرماندهان نظامی با نیویورک تایمز صحبت کردند و گفتن که اساسا وقتی شما هدف نظامیتون مشخص نباشه بعدش میخواین چی کار بکنین، برای ارتش بسیار دشوار هستش که بخواد که از نظر تاکتیکی تصمیمایی رو بگیره که کجاها رو بتونه اشغال بکنه، کجاها رو بتونه تصرف بکنه. و از این جهت در جبهه‌های جنگ هم براشون مشکلات زیادی ایجاد کرده. برای کشورهای دیگه از جمله ایالات متحده مشخص نیستش که این برنامه جنگی برنامه آقای نتانیاهو چی هست، هم در مورد جنگ، هم در مورد اون چیزی که پیروزی در جنگ میگه، و هم در مورد آینده غزه. و از این جهت در طی روزهای گذشته فشار زیادی بهشون آوردن در خصوص نحوه اداره جنگ، موضوع غیر نظامیان، و الان مسئله دولت فلسطینی هستش که به هر حال نه تنها ایالات متحده بلکه عربستان هم در این خصوص گفته که اساسا رابطه‌شو با اسرائیل عادی نخواهد کرد، مگر اینکه یک مسیری وجود داشته باشه برای اینکه یک
دولت فلسطین تشکیل بشه. ممنون از شما. امید معماری، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی. در خبری از ایران، گزارش مقامات انتظامی استان قم نشان می‌دهد مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری در این شهر مذهبی افزایش یافته است. به گفته فرمانده انتظامی استان قم، از ابتدای سال جاری در این استان بیش از 74,000 پیامک بی‌حجابی در خودروها و 13,000 توقیف سیستمی خودرو رخ داده است. به گفته او در همین مدت بیش از 7,000 خودرو به صورت فیزیکی توقیف شدند و بیش از 53,000 تذکر حجاب هم صادر شده. فرمانده انتظامی استان قم گفته 198 پرونده مربوط به حجاب هم به حوزه قضایی ارسال شده است. او همچنین مدعی شد بیش از 4,000 ناظر فقط برای کنترل حجاب اجباری زنان در خودروها در استان قم به کار گرفته شدند. از سوی دیگر، 100 استاد حوزه در نامه‌ای به رؤسای سه قوه خواستار مقابله با نافرمانی زنان علیه حجاب اجباری شدند. آخوندهای امضا کننده این نامه مدعی شدند مبارزه زنان با حجاب اجباری در کشور با هدایت به گفته آنان دشمن صورت گرفته. در این نامه همچنین با انتقاد از اینکه مخالفت با حجاب اجباری از فرایندهای جنبش فمینیستی است گفته شده باید مانع از گسترش و جلوگیری از به گفته آنان فساد شد. لیلی پورزند، کارشناس مسائل زنان و فعال حقوق بشر، از تورنتو ما رو همراهی می‌کنه. خوش آمدین خانم پورزند. در 74,000 پیامک رعایت نکردن حجاب اجباری تنها در 10 ماه، اونم در شهری که اگر نگیم مذهبی ترین شهر ایرانه، بعد بگیم یکی واقعا از مذهبی ترین شهر ایران هست، این رو چطور می‌بینید؟ چطور میشه توجیهش کرد وقتی بذاریم کنار اون فشار و اون آموزش‌هایی که سال‌ها دولت‌ها حکومت جمهوری اسلامی تلاش کرده؟ بله، من فکر میکنم که تاکید بر این که شهر قم رو ما داریم راجبش صحبت میکنیم بسیار مهم هست. شهری رو داریم صحبت میکنیم که مرکز نه فقط مذهبی ترین بلکه مرکز آموزش های ایدئولوژیک اسلامی و ایدئولوژی سیاسی اسلامی از اونجا ریشه گرفته، نه امروز نه دیروز بلکه در دهه های گذشته، حتی قبل از جمهوری اسلامی. جوی که در قم من یادم هست حاکم بود به این صورت بود که اگر زنی بدون چادر مشکی سر تا پا پوشیده، با چادر، حتی با مانتو، شلوار و مقنعه مشکی ظاهر می شد، انگشت‌نما بود و قاعدتا احساس امنیتی نمی تونست داشته باشه و اصلا پذیرفته شده نبود. و اگر امروز بعد از این سالها و به خصوص بعد از خیزش مهسا ما شاهد این هستیم که این میزان مقاومت مدنی زنان نه در تهران، نه در شهرهای بزرگ دیگر ایران، بلکه در شهر قم که مرکز این ایدئولوژی سیاسی و این سرکوب و ریشه های سرکوب ضد زن از اونجا بوده، من فکر میکنم که تنها یک نشانه داره و اون هم پیروزی جنبش مدنی ایران و زنان ایران و مقاومتشون بوده. و فکر میکنم که حقیقتا این رو باید پذیرفت که اگر در قم چه این اتفاق میفته، این شکست این خشونت و روش سرکوب بوده. خانم پورزند، این که اساتید حوزه در نامه خواستن که سران سه قوه وارد بشن برای مسئله حجاب رو چطور میبینید؟ خب نشون دهنده این هستش که کاملا قوای سگانه حکومتی جمهوری اسلامی هیچ گونه استقلالی ندارد و این اتفاق جدیدی هم نیست. در یک سال و نیم گذشته هم شاهد این بودیم که فشار بر روی تقاضاهایی از قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه میشد که بشد که منتهی شد به ماجرای لایحه عفاف در واقع. و من فکر میکنم که نشون دهنده این هستش که مسلماً اینها همه زنجیره فساد حکومتی هستند که قم به عنوان یک مرکز مهمترین مرکز ایدئولوژی فکری، در واقع ایدئولوژی این حکومت، به قوه های قضاییه و مجریه و مقننه در واقع دستور میده یا تقاضا میکنه که وارد عمل بشن، گرچه اونها خیلی وقت هست که وارد عمل شدن و سرکوبی که به زنان دارن اعمال میکنن همه جانبه بوده و هست. ممنون از توضیحاتتون. لیلی پورزند، کارشناس مسائل زنان و فعال حقوق بشر، از تورنتو ما را همراهی کردید.
همچنین یادآوری میکنم میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iraninter.com در تماس باشید. میدونید که ویدیوها و گزارش های خودتون رو میتونید برای ما روی واتساپ و تلگرام با شماره‌ای که همین الان دارین روی تصویر میبینید ارسال کنید. بدونید که ویدیوهایی که برای ما میفرستید بخش بسیار مهمی از خبرهای ایران اینترنشنال است. از همراهی شما با خبرهای این ساعت سپاسگزارم. خیلی زود برمیگردیم با برنامه صفحه یک با همکارم فرزانه بصرپور و مروری خواهیم داشت بر صفحات یک مطبوعات و روزنامه‌های صبح ایران. با هم بررسی می‌کنیم روزنامه‌ها رو. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. وقتتون بخیر.